به نام خداوند مهربان و با عرض سلام به یکی دیگر از ویدیوهای ما خوش آمدید. ایران با طالبان همکاری داریم. وزارت امور خارجه ایران میگوید که دولت این کشور با گروه طالبان در تماس است و میان دو طرف در تامین امنیت مرزهای ایران و افغانستان همکاری وجود دارد. رسول موسوی مدیر کل بخش آسیای غربی وزارت خارجه ایران این اظهارات در گفتگو با روزنامه اعتماد چاپ تهران بیان کرده است. او در این گفتگو از برنامه خروج غیر مسئولانه نظامیان امریکایی از افغانستان که از برنامه های پرسر و صدای دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا خوانده می شود نیز انتقاد کرده و گفته است که امریکا نباید به طور غیر مسئولانه از افغانستان خارج شود. آقای موسوی افزوده که کشوری که به کشور دیگری حمله می کند پیش از ترک این کشور باید ساختارهای امنیتی و نظامی آن را احیا کرده باشد. او گفته است نیروهای ائتلاف زمانی که به افغانستان آمدند تقسیم وظیفه کردند. ارتش را امریکا، قوه قضاییه را ایتالیا و مسئولیت سر و سامان دادن پلیس را آلمانی ها بر عهده گرفتند. منظور خروج مسئولانه این است. این مقام ارشد ایرانی تاکید کرده که امریکایی ها باید به مسئولیت خود عمل کنند، نه اینکه کشور را به 20 سال اشغال کنند و نه تنها نهادهای مختلفی را که قرار بود به وجود بیاورند را اندازی نکنند، بلکه همه آنها را تسلیم اپوزیسیون آن دولت هم بکنند. و افزوده است این نه تنها خروج مسئولانه نیست، بلکه خیانت به منافع ملی یک کشور است. این نخستین بار است که یک مقام ایرانی از برنامه خروج نیروهای امریکایی در کشورهای منطقه انتقاد میکند. و همچنان عبدالله، رهایی زندانیان طالبان برای پایان جنگ بود اما متاسفانه نتیجه نداد. رئیس شورای عالی مصالحه ملی میگوید که رهایی زندانیان طالبان بخش از تلاش ها برای پایان جنگ در این کشور بود اما متاسفانه نتیجه نداد. به گزارش سپوتنیک به نقل از تلونیوز، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی که در یک نشست در ولایت هرات سخن میزد تاکید کرد که انتظار میرفت طالبان خشونت ها را همزمان با آغاز مذاکرات و صلح کاهش دهند، اما برعکس خشونت ها افزایش یافتند. آقای عبدالله افزود که دروازه های صلح هیچگاهی از سوی حکومت افغانستان بسته نخواهد شد. مسئله زندانیان طالب ها رهایی آنها به این امید بود که با شروع مذاکره آنها حاضر می شوند به قطع جنگ و آتش بس، حداقل آتش بس بشر دوستانه. حکومت افغانستان پیش از آغاز مذاکرات در دوحه بیش از 5000 زندانی طالبان را از بند آزاد کرد. در آن زمان مقام های حکومت گفته بودند که از این زندانیان آزاد شده تعهد گرفتند که دوباره به میدان های نبرد بر نمی گردند. اما اخیراً معاون دوم رئیس جمهور گفت که بسیاری از این زندانیان رها شده به میدانهای جنگ برگشتن. انتظار می رفت با آغاز مذاکرات در دوحه که دو ماه پیش آغاز شدن خشونت ها در کشور کاهش یابند، اما برعکس این خشونت ها افزایش یافتند. چنان که وزارت دفاع ملی می گوید هم‌اکنون در 27 ولایت کشور جنگ جریان دارد. در کابل نیز اخیراً چندین رویداد هراس افغانی رخ دادند. از این میان می توان از حمله بر مرکز آموزشی کوثر دانش و دانشگاه کابل یاد کرد. رویدادهایی که در آن دست کم 70 تن جان باختند و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان امروز دور واپسین روز نشست امنیتی هرات سخن می زدند، گفتند که از آغاز سال روان میلادی تا اکنون بیش از 7600 غیر نظامی در جنگ ها کشته و زخمی شدند. محمد نعیم نظری معاون کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این باره بیان داشت از این جمله 2324 تنشان متاسفانه کشته شدند که شامل 253 زن و 452 کودک هم می شود. جعفر مهدوی دبیر کل حزب ملت افغانستان نیز اظهار داشت یک مذاکره سیاسی است. از یک مذاکره سیاسی با یک ذهنیت سیاسی که می توانیم یک نتیجه اجتماعی توقع داشته باشیم. در همین حال شمار از خانواده های قربانیان جنگ افغانستان که در نشست امنیتی هرات حضور داشتند از نبود نمایندگانشان در میز مذاکرات صلح انتقاد کردند.
ندا‌الحق شمالزئی رئیس انجمن بازماندگان قربانیان جنگ گفت عدالت متاسفانه تامین نشده است. بدبختی اول این است که اگر عدالت تامین نشود صلح هم تامین نمی شود. نشست امنیتی هرات روز پنجشنبه در هرات آغاز شد. دریافت راه‌های حل به ویژه در روند صلح افغانستان مهمترین بحث‌ها در این سه روز این نشست بود. داود مرادیان رئیس اینستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان که برگزار کننده این نشست است تصریح کرد کمبودها و نواقصی که در پروسه صلح افغانستان در 4 دهه اخیر است این کمبودها و نواقص را ما برجسته بسازیم. این همه در حالی است که هیئت‌های مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان تا اکنون به توافق دست نیافتند. روز گذشته عبدالله عبدالله گفت که بعد از 2 ماه رایزنی هنوز هیچ پیشرفتی حاصل نشده است. و همچنان به نقل از 8 صبح خشونت‌های ادامه دار، رهایی زندانیان طالب نتیجه مطلوب نداده است. 2 ماه پس از آغاز مذاکرات بین الافغانی حکومت میپذیرد که رهایی زندانیان طالب تأثیری بر شرایط خشونت‌ها در کشور نداشته است. شورای عالی مصالحه ملی که این روند را مدیریت میکرد تصریح کرد که حدود 6000 زندانی طالب با امید توقف جنگ و کاهش خشونت آزاد شدند. اما این گام نتیجه مطلوب نداده است. به گفته مسئولان رهایی زندانیان این گروه بخشی از تلاش ها برای پایان جنگ بوده است و خشونت ها در کشور باید پایان یابد. مسئولان همچنین میگوید که توافقنامه صلح آمریکا و طالبان نمیتواند اساس پیشبرد مذاکرات دوحه باشد، زیرا به گفته آنان باید دیدگاه های گوناگون پیرامون صلح در نظر گرفته شود. شورای عالی مصالحه ملی تایید میکند که دست کم 20 طرح برای شکست بنبست دوحه به گروه طالبان پیشنهاد شده، اما این گروه آن را نپذیرفته است. طالبان اما میگویند که این گروه تلاش لازم برای روند صلح را انجام داده و از جمله خشونت ها را کاهش داده است و اکنون باید سایر طرف ها در جریان مذاکرات انعطاف پذیری نشان دهند. نهادهای امنیتی پیشتر گفته بودند که با رهایی زندانیان طالبان برخ از آنان به میدان های جنگ بازگشتند و سطح خشونت ها نیز از 10 ولایت به 20 تا 29 ولایت گسترش یافته است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور در جریان لویه جرگه مشورتی صلح اعلام کرد که در صورت رهایی زندانیان خطرناک طالبان این گروه خشونت ها را کاهش می دهد. اکنون که 2 ماه از رهایی 6100 زندانی طالب به زندان های حکومت می گذرد. دوستان عزیز، از اینکه تا آخر ویدیو با ما بوده جهان سپاس. ویدیو های ما را کامنت، لایک و سابسکرایب نمایید. تا ویدیوی بعد، الله نگهدار.